رویدادهای تازه امروز. یکی از آخرین نظامیان آمریکایی برگشته از افغانستان خودکشی کرد. تقاضای طالبان از هند برای از سرگیری پروازها به کابل. افشاگری وزیر مالیه سابق. همه اعضای دولت غنی فاسد بودند. و در پایان مجاهد حریم فضایی افغانستان توسط تیاره های بسرنشین امریکا اشغال شده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. رسانه های امریکایی از خودکشی سه نظامی ارتش امریکا در روزهای اخیر گزارش دادند. یک از این افراد از آخرین نظامیان امریکایی بود که در اوایل ماه سپتامبر افغانستان را ترک کرده بود. ملیتری تایمز مرگ نظامیان را ناشی از خودکشی و مشکوک خوانده و گفته است که آنان در پایگاه فوردرام در نیویورک مستقر بودند و در یک بازی زمانی 48 ساعته دست به خودکشی زدند. در این گزارش آمده که یکی از این نظامیان آنجل گرین 24 ساله و جمله آخرین نیروهای آمریکایی بود که در 6 سپتامبر از افغانستان خارج شد. تیلر توماس و سنگا تاپولول از دیگر نظامیان بودند که در این پایگاه خودکشی کردند. مقام‌های ارتش آمریکا گفتند که هنوز در حال تحقیق در مورد علت مرگ این افرادند، اما سخنگوی این بخش ارتش گفته که اعتقاد بر این است که هر 3 نفر بر اثر خودزنی جان خود را از دست دادند. انجل گرین در لشکر دوم نیروی پیاده نظام ارتش آمریکا خدمت میکرد و اخیراً به تاریخ 6 سپتامبر از افغانستان بازگشته بود. سخنگوی لشکر دهم گفت که نیروهای این لشکر در میدان هوایی کابل حضور داشتند و در جریان عقب نشینی نهایی نیروهای خود میدان هوایی را ترک کردند. این دومین اعزام آنجل گرین به افغانستان بود. او همچنین یک بار به قطر اعزام شده بود. تقاضای طالبان از هند برای از سرگیری پروازها به کابل. طالبان در نامه از هند تقاضا نمودند که پروازهای ملکی خود را به پایتخت افغانستان مجددا آغاز کنند. طالبان با ارسال نامه به مقامات هند خواستار از سرگیری رفت و آمد هوایی بین دهلی نو و کابل شدند. در بیانیه طالبان در این خصوص آمده است امارت اسلامی افغانستان با ارسال مجدد پروازهای تجاری به افغانستان نامه را به اداره کل هوانوردی ملکی هند ارسال کرده است. این نامه توسط وزارت هوانوردی ملکی هند در حال بررسی است. هند در 15 اگست همه پروازهای تجاری به فرودگاه کابل را متوقف کرد. در حال حاضر خطوط هوایی هند وسترا، ایر اندیا و اسپایس جت پروازهای به پایتخت افغانستان ندارند. این در حالی است که پیش از این طالبان طی بیانیه از همه خطوط هوایی بین المللی خواست پروازهای خود را به فرودگاه کابل اثر بگیرند. طالبان به همه خطوط هوایی قول داده نهایت همکاری را با آنها به عمل خواهد آورد و همه مشکلات فرودگاه را نیز حل کردند. وزارت خارجه دولت طالبان درخواست بازگشت هواپیماهای خارجی را به فرودگاه کابل مدرک کرده است. پیش از این تنها چند پرواز محدود امدادی وارد این فرودگاه شده بود. افشاگری وزیر مالیه سابق. همه اعضای دولت غنی فاسد بودند. خالد پاینده وزیر سابق مالیه افغانستان در مصاحبه با شبکه تحلیلگران افغانستان ابعاد تازه از فساد در دولت افغانستان را آشکار ساخته است. به نقل از اندپندنت خالد پاینده که سالهای دراز را در دولت افغانستان و بانک جهانی کار کرده است در سال آخر عمر حکومت اشرف غنی مسئولیت سنگین وزارت مالیه را بر عهده گرفت. او قبل از آن سمت معاون این وزارت را دارا بود. پاینده می گوید پس از استعفا به امریکا برگشتم، اما در نوامبر 2020 غنی از من خواست تا برای ارزیابی وضعیت وزارت برگردم. چند روز را در وزارت کار کردم و دوباره برگشتم، اما پس از چند وقت رئیس جمهور و نزدیکانش مانند محب و فضلی با اصرار زیاد مرا به کابل برگرداندند و وزارت مالیه را به من دادن. من میخواستم تغییرات گسترده در وزارتخانه ایجاد کنم، هرچند از سوی دوستانم از جمله اکلیل حکیمی وزیر سابق توصیه شد که این شغل را نپذیرم، اما من که در این وزارت کار زیاد کرده بودم وارد معرکه وزارت دارویی شدم.
با گفته پاینده، رئیس جمهور اختیارات کافی برای ایجاد تغییرات به او داده بود. غنی به پاینده گفته بود که میخواهد یک وزارتخانه حرفه‌ای داشته باشد، نه یک وزارتخانه سیاسی. اما پاینده میگوید غنی خود یک هفته هم استقلال کاری مرا تحمل نکرد و مداخله هایش در کارهای من شروع شد. این مسئله مرا به شدت نگران کرده بود. هرچه شکست در میدان نظامی بیشتر می شد، او در کار وزارت مالیه مداخله می کرد. اصلا منطقه مانور او این وزارت بود. به همین دلیل مردم فکر می کنند که من نخستین کسی بودم که از جمهوریت فرار کردم، اما واقعیت این است که من هیچ پیشفرض در مورد سقوط جمهوریت نداشتم. مجاهد: حریم فضایی افغانستان توسط تیاره های بسرنشین امریکا اشغال شده است. خامه پرس: زبیولا مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابینه سرپرست طالبان میگوید که امریکا برخلاف قوانین بین المللی و تعهداتی که این کشور در دوحه انجام داده است، حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است. مجاهد روز سه شنبه ششم میزان در شتیویت گفت که در این اواخر دیده شده است که حریم فضایی افغانستان توسط تیاره های بسرنشین امریکایی اشغال شده است. در تیویت طالبان از تمام کشورهای جهان به خصوص امریکا خواسته است تا در رعایت قوانین و تعهدات با افغانستان تعامل کنند تا از پیامدهای بد نقض حریم هوایی این کشور جلوگیری شود. این خواسته طالبان در حال است که هفته گذشته جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوال در مورد این که لازم است امریکا استفاده از حریم فضایی افغانستان را با طالبان هماهنگ کند گفت که هیچ الزامی برای هماهنگی با طالبان در این زمینه وجود ندارد. با آنکه نظامیان امریکایی به تاریخ 30 اگست سال روان به گونه کامل از افغانستان بیرون شدند، مقام‌های نظامی امریکا گفتند که نظامیان امریکایی قابلیت نظارت از قلمرو افغانستان را از راه دور دارند تا گروه‌های تروریستی نتوانند از آن برای حمله بر ضد ایالات متحده استفاده کنند. قانون سلطنت در نظام امارت: در قانون اساسی دوران ظاهرشاه، شخص شاه همچنان قدرت اصلیش را در اختیار داشت و به طور نامحدود بر همه امور و عرصه ها حکومت داری می کرد. فراتر از قانون قرار داشت و در برابر هیچ مرجع دموکراتیک پاسخگو نبود. جزئیات این خبر در ویدئوی دیگر ببینین. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوهای بعد شما را بخدا.